سلام و درود بینندگان گرامی از داد تیوی. امروز چهارشنبه 8 ایون است. در استودیو با شما هستم عزیزی سعید. در برنامه خبری امروز چنین موضوع را داریم، اینک توجه کنید. وکیل قرقیز تاجیکستان را به ناآرامی ها در مرز متهم کرد. اتحاد اروپا در تاجیکستان سفیر نو تعیین کرد. سیگار اشرف غنی پول های افغانستان را ندزدیده است. زلنسکی جنگ اوکراین تنها از راه نبرد پایان می‌یابد. وکیل پارلمان قرقیزستان سلطان بایجگیتوف در جلسه نوبتی جوغورکوکنش خواسته است که تاجیکستان تکنیکای وزنین جنگی را از انکلاوها در قلمرو قرقیزستان بیرون برد. در این باره سامانه قرقیزی 24.kg خبر می‌دهد. سلطان بای اجگیتوف گفته است که طبق معیارهای بین المللی تجهیزات وزنین در قلمرو انکلاوها جایگیر شدن نمیتوانند. سه روز پیش تاجیکستان یک اغوای هدفناک را آغاز کرد. موضع های ما را از مینمیات ها تیرباران کرده تکنیکای وزنین را آوردند. در آنجا کیک و دهه بلاک باشی موجود است. آنها نمیخواهند که ساکنان بادکن در دهه زندگی کنند. از انکلاو واروخ تکنیکای وزنین را باید بیرون برند. در حال این وکیل قرقیز جانب تاجیکستان را به اغوا و شروع حادثه های اخیر در مرز دو کشور متهم میکند که وزارت کارهای خارجه تاجیکستان با نشر اظهارات آن را عمل اغوا انگیزانه و هدفناک جانب قرقیزستان خوانده از جانب قرقیزستان دعوت کرده بود که برای پیشگیری چنین مناقشه ها همه موافقه های به دست آمده را قطعیان رعایت کنند. در اظهارات وزارت کارهای خارجه گفته می شد که 3 ایونی سال جاری زد و خورد مسلحانه بعد عبوری هدفمندانه مرزبانان قرقیز به قلمرو تحت نظارت مرزبانان تاجیک آغاز شده است. با اطلاع منبع سرحدبانان قرقیز هشدار مرزبانان تاجیک را برای ترک حدود تاجیکستان نادیده گرفته به طرف دیدبانگاه سرحدی کیخ واقع در جماعت واروخ شهر اسفره تاجیکستان آتش گشودند. گفته می شود که وضعیت پس از جلب قوه و تکنیکای ایلاوگی از جانب حربیان قرقیزستان مرکب گردیده است. تا حال آمار دقیق زخمیان دسترس رسانه ها نیست. رسانه های قرقیزی از زخمی شدن 2 تن از سرحدبانانشان خبر داده بودند. اتحاد اروپا سیاستمدار لیتوانی رایموندس کارابلیس را سفیر نوی خود در تاجیکستان تعیین کرد. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادی اروپا روز 8 ایون ضمن فرمان 31 سفیر نوی این اتحادیه در کشورهای گوناگون را معرفی کرد. مسئول سیاست خارجی اروپا در این فرمان رایموندس کارابلیس سیاستمدار و دیپلمات مشهور لیتوانی را به عنوان رئیس نمایندگی اتحادی اروپا در تاجیکستان معرفی کرد. گفته می شود جناب کارابلیس آنی هال همچون معاون وزیر امور خارجی لیتوا فعالیت دارد و در گذشته او وظیفه وزیر دفاع لیتوا را به مدت 4 سال بر دوش داشته است. با گزارش رسانه های لیتوا جناب رایموندس کارابلیس تازه ماه مارس سال جاری به کرسی معاون وزیر امور خارجی لیتوا نشسته بود و امروز بعد از 3 ماه معاون وزیر شدن او را همچون رهبری نمایندگی اتحاد اروپا در تاجیکستان معرفی کردند. در منصب رئیس نمایندگی اتحاد اروپا در تاجیکستان کارابلیس خانم مریلین یوسفسون را عوض خواهد کرد. خانم مریلین یوسفسون دیپلمات شوئدی بوده سال 2018 سفیر اتحاد اروپا در تاجیکستان تعیین شده بود. در ترجمه حال جنوب کارابلیس گفته می شود که او 14 اپریل 1968 در شهر وشکای لیتوا به دنیا آمده و سالهای 1986 تا 1992 دانشکده حقوق دانشگاه ویلنوس را ختم نموده است. از سال 2016 تا 2020 همچون وزیر دفاع لیتوا کار کرده است و از مارس سال 2022 تا ایون 2022 همچون معاون وزیر امور خارجه لیتوا فعالیت داشته است. نهاد بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان سیگار در گزارش اخیرش گفته که اشرف غنی هنگام فرارش از افغانستان مبلغ‌های هنگفته را با خود نبرده است. بنا به اطلاع این نهاد آمریکایی، گزارش مذکور بر مبنای پاسخ‌هایی که از خود اشرف غنی، پرزیدنت سابق افغانستان پرسیده شده و این چنین مسئولانی که در داخل چربال‌ها او را همراهی می‌کردند و دیگر شاهدان عینی آماده شده است. اشرف غنی و همراهانش به آن متهم می‌شوند که هنگام فرار از افغانستان 169 میلیون دلار را با خود بردند. اما این نهاد تحقیقاتی میگوید بنا به گفته شاهدان اشرف غنی و همراهانش جمادان‌های زیاد همراهشان نبود و در 3 چربال به احتمال زیاد از 500 هزار دلار بیشتر نداشتند.
یکی از مقامات های سابق سیگر تایید میکند که یکی از مسئولان همراه با خود 200 هزار دلار و یکی دیگر 240 هزار دلار و باقی از 5 تا 10 هزار دلاری با خود داشتند و هیچ کدام تا 1 میلیون دلار همراهش نداشته است. بر پایه گزارش این نهاد در فاصله پرواز چرخبال ها و رسیدن طالبان به ارک ریاست جمهور 5 میلیون دلار بین کارمندان و محافظان تقسیم شده است. از این پیشتر خود اشرف غنی نیز بارها گفته بود که مبلغ های میلیونی کشور را ندزدیده است، اما مردم و مخالفان او را به دزدیدن مبلغ های هنگفتی کشورش متهم می کنند. پرزیدنت اوکراین گفته است که جنگ در میدان نبرد روسیه را وادار می کند که از ادامه اشغال کشورش دست بکشد. 7 یونی سال 2022 ولادیمیر زلنسکی در مصاحبه با روزنامه فاینانشال تایم گفته است ما از نظر داشتن تجهیزات نظامی نسبت به روسیه در سطح پایین تر قرار داریم و به این خاطر توانایی ما برای پیشرفت کمتر است. پرزیدنت اوکراین می افزاید که مردم در اولویت ما قرار دارند، ولی به خاطر وجود تجهیزات کمتر در میدان نبرد به ما ضررهای زیادتر وارد خواهد شد. رهبر اوکراین در این مصاحبه خود بار دیگر تاکید کرده است که به هیچ وجه راضی نیست که یک گوشه خاک وطنش زیر اشغال روسیه باشد. بنابراین از کشورهای غربی و همپیمانان کشورش خواسته است که در اختیار آنها تجهیزات نظامی بیشتر قرار دهند تا توانند پیش راه اشغالگری های روسیه را بگیرند. گفته می شود صبح 24 فوریه سال جاری روسیه با بهانه مبارزه با آنچه گروه های فاشیستی از آنها یاد می کند حمله های خود به اوکراین را آغاز کرد و با گذشت بیش از 100 روز تا حال نتوانسته است که به اهداف خود دست پیدا کرده جنگ را قطع کند. اینجا برنامه خبری امروز به پایان می رسد. خبر و گزارش های بیشتر را می توانید در سامانه ما از ده نقطه تیوی پیگیری کنید. خیر تا برنامه های دیگر، خدا نگهدار. We'll be right back.